الرحمن الرحیم. با اینکه قبلا هم گفتم که دعا کردن برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام، مخصوصا برای فرج، چه برکاتی داره، الله اکبر، ادامه میدیم به اینکه اصل این برکات به خود ما میرسه. حضرت تو اون کلمه فرمودن فإن ذلک فرجکم، فرج شماست. حالا یا در آمدن ظهور و قیام و خروج و فرج و دولت ما هم مشکلمون حل میشه، که درسته ما یعنی همه، ولی من یکی الان حاجت دارم، الان چه کنم؟ فرمودن همین الان هم که حاجت داری راهش اینه. فرمودن امام هادی علیه السلام هر کجای دنیا هستی حرک شفتیک، لباتو تکون بده، یه بار بگو مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله، یه بار بگو السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا رسول الله، هرچی، السلام علیک یا امام هادی، قربونتون برم، من فلان مشکل رو دارم. ما اعتقادمون باید اینجوری باشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ هر جای عالم هستید لازم نیست که حتما در، البته تحت قبه امام حسین علیه السلام البته دعا زودتر مستجاب میشه. محضر امام رضا علیه السلام، تو حرم اهل بیت، در مساجد جامع، تو هیئت‌ها، تو روزه‌ها، مخصوصاً امام زمان علیه السلام فرمودن بعد از گریه بر جدم امام حسین علیه السلام هر کی به من دعا کنه من براش دعا میکنم. این خیلی جالبه. هر وقت شما یک کلمه گفتید، سه بار به امام حسین سلام دادید و اشکتون جاری شد، یا یه جایی رفتید روزه اشکتون جاری شد، اولین دعاتون این باشه اللهم عجل ولی کل فرج، امام زمان بلا فاصله برای حاجت شما دعا می فرماید. چقدر راه زیبا، چقدر راه ساده و من غافلم. از بدی حساب روز قیامت در ایمن خواهد بود. ما اکثرا از مرگ می ترسیم. چرا میترسیم؟ چون اینجا مشکل داریم. کسی اگه میخواد از مرگ نترسه و در امنیت کامل باشه، راهش این است که به امام زمانش دعا کند. انگار دورک تو یک حصاری واقع میشه، تو یک حصاری واقع میشه و هیچ کسی نمیتونه به اون ضربه بزنه. چرا نریم دنبال تهیه این حصار و اینقدر ساده و اینقدر ارزان و اینقدر با ارزش با گفتن اللهم عجل ولی کل فرج، یا اینکه بعد از صلوات ها گفتن و عجل فرجهم، خیلی زیباست. بله، میفرماید نائل شدن به بالاترین درجه شهدا روز قیامت. البته معلومه بالاترین درجه مال حضرت ابوالفضل علیه السلام است، بالاترین درجه مال حضرت جعفر ابن ابی طالب و حضرت حمزه است و شهدای کربلا است. و کسی که به امام زمان علیه السلام دعا کند از شهدای عادی مقامش بالاتره و در این صف قرار میگیره. چقدر ارزش داره؟ و یک کلمه دیگه که حالا خیلی مطلب هست، بعد براتون میگم، کسی که به امام زمان علیه السلام دعا کند شفاعت آقا رسول الله که اید، شفاعت امیرالمومنین اهل بیت، یک شفاعت خاصی است مال از زهرا، اون شفاعت خاص هم نصیبش میشود انشاءالله که به همه برکاتش برسید، به شرط اینکه مرتب بگید اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج. البته یک کلمه مرحوم صاحب میکل اضافه کرده که غیر از تکرار تقوا میخواد. تقوا، بله همه حرفا درسته، اما اون تقوایی که آقا رسول الله در خطبه قدیر فرمودن همین ولایت امیرالمومنین است، که فرمودن در رأس ایمان و در رأس اخلاص و در رأس تقوا ولایت امیرالمؤمنین است، که شما همتون دارید. پس بگید اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج. و السلام علیکم و رحمت الله.